آیا میدونستی توی 10 سال آینده افسردگی عامل اصلی مرگ و میره؟ و از علتهایی مثل سکته و سرطان، جنگ و تصادف جلو میزنه؟ کسب و کارهای میلیارد دلاری اون بیرون هستن که هدف اصلیشون افسرده کردن شماست و اینکه تو اون افسردگی غرق بشین. این دنیایی که خود ما توش زندگی میکنیم ذاتاً باعث افسردگی میشه. در مورد اون چه کاری باید انجام بدیم؟ اول از همه باید اینو بدونی که همه از افسردگی رنج میبرن. همه اون افرادی که توی اینستاگرام و یوتیوب میان دنبالشون میکنید و به نظر میرسه که زندگی خیلی عالی دارن، ندارن. همه افراد توی مقطعی دچار افسردگی میشن و بهت قول میدن این خیلی طبیعیه. پس خودت رو بر اساس تصویری که اون افراد منتشر میکنن مقایسه نکنی. اینا فقط تصویر هستن و این رو باید بدونی. اولین و مهمترین علت این که باعث میشه دچار احساس افسردگی بشی اینه که خودت رو مقایسه میکنی. اگر میخوای خودت رو از تمام این افکار منفی و مقایسه کننده نجات بدی، باید یه جمله رو بدونی: این نیز بگذره. این جمله رو پشت بک‌گراند گوشیت بذار، بچسبون توی اتاق دیوارت، روی کاغذ بچسبون و توی کیفولت حملش کن. این یه تفکر مثبت یا یه مفهوم معنوی نیست که لازم باشه برای باور کردنش خودت رو متقاعد کنی. این حتی یه دونه از اون جمله‌های خودباورانه نیست که لازم باشه روزانه 100 بار با خودت تکرارش بکنی. این یه حقیقت محض زندگیه. اولین کاری که افسردگی انجام میده اینه که بهتون دروغ میگه. دیدگاهتون رو ازتون میگیره و بلایی سرتون میاره که احساس خفگی میکنید، احساس ناامیدی میکنید و فکر میکنید دیگه نمیتونید حرکت کنید و برای همیشه توی این حالت باقی خواهید بود. و این یه دروغ محض. این نیز بگذره. چه زمانهایی داشتی که به صورت تمام و کمال از زندگی بریدی و احساس میکردی دیگه نمیتونی ادامه بدی؟ اون زمان گذشت. این نیز بگذره. ببین، این دنیای فیزیکی توسط زمان داره اداره میشه و دنیا در حال حرکت و تغییر کردنه. گاهی مریض میشی و بعد حالت خوب میشه. گاهی یه شغل پیدا میکنی و بعد شغلتو از دست میدی. بعضی وقتا نمره که دلت میخواد تو امتحان میگیری، بعضی وقتا نمره خیلی بدی تو امتحان میگیری. بعضی وقتا هم احساس شادی میکنی و بعضی وقتا هم احساس افسردگی میکنی. در این دام نیفت که روزهای بعد برای همیشه ادامه خواهند داشت. این نیز بگذره. صبر. این نیز بگذره. هرگز هرگز یه تصمیم همیشگی رو بر اساس یک احساس موقت نگیر.